سلام، پنجشنبه 23 آذر 96، 14 دسامبر 2017 میلادی. در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه سندیکای شرکت واحد بیانیه‌ای داده و در اون خبررسانی کرده که رضا شهابی از رهبران جنبش کارگری ایران در زندان سکته خفیف مغزی کرده. پزشک بیمارستان امام خمینی قبلا اظهار نظر کرده بود که رضا توان تحمل حبس رو نداره و الان که با فشار خون بالا بخشی از صورت او پایین افتاده، پزشک زندان شهید رجایی هم گفته که باید او رو به بیمارستان منتقل کرد، در حالی که مسئولین زندان دارن تعلل میکنن. مسئولیت جان رضا شهابی و تمامی زندانیان سیاسی به عهده قوه قضایی، سازمان زندان ها و شخص آقای خامنه است. نمایندگان دانشجوی 36 دانشگاه آزاد از سراسر کشور نامه‌ای رو خطاب به آقای دکتر ولایتی امضا کردند که در اون به فضای امنیتی و پادگانی در دانشگاه آزاد اشاره کردند و اعتراض کردند. دیروز دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل هم یک تجمع اعتراضی داشتند به دلیل اینکه کمیته انضباطی فعالین صنفی رو احضار میکنه، احکام تنبیهی صادر میکنه و در این تجمع بیانیه 33 دبیر شورای صنفی دانشگاه های سراسر کشور رو که به مناسبت 16 آذر امضا و منتشر کرده بودند قرائت کردند. معلمان حق و تدریسی دیروز و امروز در سراسر کشور جلوی فرمانداری ها، ادارات آموزش و پرورش تجمع اعتراضی داشتند. در تهران هم جلوی مجلس شورای اسلامی تعدادی از معلمان حق و تدریسی که از قزوین هم به تهران آمده بودند تجمع داشتند. معلمین حق و تدریسی در تهران و یزد و گیلان و مازندران و استانهای مختلف خواستار استخدامشون و تعیین وضعیت استخدامی و اجرای مسببه قانونی مجلس شورای اسلامی برای استخدام هستند. سحرگاه شنبه 18 آذر هنگ مرزی منطقه مریوان با گلوله های گرم به شکار کولبران رفت. در یکی از مناطق اسبها و وسایل باربری اونها رو به رگبار گلوله بست، تعدادی از اسبها هلاک شدند و اموال این کولبران رو مصادره کردند و در منطقه دیگر با شلیک مستقیم به دو تن از کولبران به نام اسحاق حبیبی و سرور محمدی اونها رو از ناحیه پا و کمر به شدت مجروح کردند که در بیمارستان سنندج بستری هستند. موضوع دوم این که مجلس نمایندگان امریکا دیروز با 289 رأی موافق در مقابل 135 رأی مخالف طرحی رو به تصویب رسوند که اگر به تصویب سنا و امضای رئیس جمهور هم برسه به قانونی میشه که وزارت خزانه داری امریکا رو ملزم میکنه به اینکه اموال رهبران جمهوری اسلامی و فهرست دارایی اونها از جمله شخص آقای خامنه ای رو رسیدگی کنه، بررسی کنه، منتشر بکنه به غیر از زبان انگلیسی به زبان فارسی و دست کم دو زبان دیگه که در ایران رایج هست، تا ابتدا مردم ایران که صاحب و مالک کشور هستند بدانند که رهبران چگونه دزدی کردند و چه اموالی دارند و بعد هم همه دنیا بدانند. به گفته یکی از نمایندگان که این طرح رو دنبال کرده و از بانیان اون بوده، بسیاری از این پول ها خرج تروریسم در منطقه میشه و به این ترتیب مبدأ پول های تروریستی رو هم میشه افشا کرد.
خانم نیکی هیلی نماینده دائم امریکا در سازمان ملل هم امروز یک مصاحبه مطبوعاتی ترتیب داده بود و در اون تکه های از موشک شلیک شده از یمن توسط حوثی ها به عربستان ریاض رو به نمایش گذاشت و توضیح داد که شواهد روشنی هست که این موشک ساخت ایرانه و به حوثی ها تحویل داده شده. او خواستار مقابله کشورها و همکاری برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه شد، موضوعی که البته جمهوری اسلامی بارها تکذیب کرده و گفته موشک ایرانی نیست. اما علارغم تکذیب وزیر خارجه و مقامات سیاسی، فرماندهان سپاه به صراحت صحبت از کمک به حوثی‌های یمن کردند و نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم اصلا دستور نوع شلیک صادر میکنه که به ابوظبی بزنن، به کشتی نفتکش بزنن و امثال هم. آنتونیو گوترش رئیس دبیرکل سازمان ملل متحد هم گزارش خودش در مورد اقدامات ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده. در این گزارش آمده که آزمایش‌های موشکی و فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی احتمالاً نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت، نقض صدور سلاحی که قطعنامه‌های قبلی ایران رو محروم کرده بودند، ولی تاکید کرده که جمهوری اسلامی به برجام پایبنده. سردار عزیز جعفری فرمانده کل سپاه هم امروز سخنرانی کرده و گفته در آینده نزدیک شاهد پیروزی در یمن خواهیم بود. او گفته که با این پیروزی های جبهه مقاومت که منظور نیروهایی است که پولشون رو ایران میده، آموزششون میده، اسلحه و سلاح هم به اونها میده در سوریه، در عراق، در یمن، در لبنان، گفته باید اینها رو تثبیت کنیم. وزیر اطلاعات اسرائیل هم با روزنامه عربستانی ایلاف مصاحبه کرده و در این مصاحبه تهدید کرده و گفته کارخانه های موشک سازی رو که جمهوری اسلامی به لبنان داده، اسرائیل در صورت لزوم هدف حمله هوایی قرار خواهد داد و مثل سوریه اونها رو نابود خواهد کرد. سازمان پزشکان بدون مرز در گزارشی عنوان کرده که از ماه آگست که کشتار مسلمانان روهینگیایی در میانمار آغاز شد، دست کم 6700 نفر قتل عام شدند که 70% اونها به ضرب گلوله مستقیم ارتش میانمار کشته شدند و در بین اونها دست کم 700 کودک زیر 5 سال قرار داشتند. این سازمان تأکید کرده که آمار واقعی کشته‌ها به احتمال زیاد بسیار بیش از این. موضوع سوم این که پیشکسوتان فوتبال ملی پوشان سابق در یک اقدام پسندیده مسابقه دوستانه ای رو با پیشکسوتان فوتبال در سر پل ذهاب در استادیوم این شهر برقرار کردند و به نفع زلزله زدگان. آقای سعیدی نماینده رهبری در سپاه هم فرمودند که برخی انحرافات احمدی نژاد هنوز گفته نشده است. بارهاست که حضرات از انحراف و کجروی های احمدی نژاد میگن، اما حاضر نیستند اعتراف کنند که در دوره‌ای که از او پشتیبانی میکردند، مردم رو میکشتند، سرکوب میکردند تا او رو در قدرت نگه دارند، همین اتفاقات، همین دزدی ها و کجروی ها وجود داشته و چگونه چشم بر اون بستند و رهبران جنبش سبز چگونه هنوز در حصر و فعالین در زندان هستند. مؤسسه سامن الحجج که به گفته آقای توکلی وام های کلانی به آقازاده ها، به قضات، به بسیاری مدیران کشور داده، به گفته دادستانی بیش از 12,000 میلیارد تومان کسری داره و
در واقع برداشت و اختلاس در اون شده، در حالی که مدیر عامل اون آقای ابوالفضل میرعلی همکار حسن خامنه‌ای، برادر آقای خامنه‌ای بوده و پارتی بالایی داشته به گفته سایت الف، که حتی میخواسته رئیس کل بانک مرکزی سابق رو دستگیر کنه. و اعلام شد که مدیران بازداشت شده سامن الحجج همگی با قید وثیقه از زندان آزاد شدن. بانک پارسیان که آن هم بیت رهبری تملک کرده، مسئول شده که حساب مال باختگان رو تا 100 میلیون تومان رو گفته تنها 30% رو فعلا میپردازه و تکلیف بقیه معلوم نیست. اما موضوع آخر این که ارگان حزب کمونیست کره شمالی عنوان کرده که رهبری، منظور رهبری کره شمالی، هر کجا میره آب و هوای اونجا بهتر میشه. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.